نخست وزیر بریتانیا با مکتب برگشت. مکتب ها امین هستند. آلیست که محصلین برگشتند. با گفته دانشمندان بریتانیایی در خانه ماندن بچه ها نظر به خطر بازگشادن مکتب ها زیادتر است. خطر آن که کودکان در مکتب بیماری کووید میگیرند و به عاقبت های جدی در از مدت آن دچار میشوند فوق العاده کم است. دلیل های آن که به مکتب نرفتند و کودکان و برای در از مدت آسیب میرساند بسیار زیاد است. بریتانیا گفت که تمام بچه ها با غیر از داخل صنف باید در دیگر گوشه های مکتب نقاب پوشند. در فرانسه هم چونین است و کلانسالان و نورسانی از صنف شش بالا نباید به نقاب گردند. در ایتالیا قبل از باز کردن مکتب ها از آموزگاران و شاگردان آزمایش می گیرند تا بیمار نباشند. معلوم است که در صورت خروج زیاد ویروس در مکتب باید مکتب یا صنف را بست یا کودکان را در خانه نگه داشت. از زمان اوج گرفتن پاندمی در اسپانیا هفته گذشته بلندترین میزان سرایت دیده شد ولی تلفات بسیار کم است. حکومت گفت ضرور است که مکتب ها باز شوند. ما باید به مادران و پدران، پسران و دختران خود و آموزگاران و کارمندان کفالت بدهیم که در محیط ایمن باشند. متخصصان میگویند تامین کردن محیط ایمن از ویروس برای کودکان و آموزگاران در صنف خانه ها فوق العاده مهم است. دلیل ها نشان می دهند که سطح سرایت در بین آموزگاران واقعا هم زیاد است. از این رو باید سر محافظت آموزگاران و محصلان اندیشه کنیم، چون با بیرون ماندن 1 میلیون کودک از مکتب ما به بحران آموزشی دچار آمده ایم. تعطیل تابستانه هم به پایان رسید و در اروپا در آستانه باز کردن در مکتب ها زیاد شدن بیماری عصبانیت را هم در بین مردم منطقه بالا برده است.